به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، نامه های شما به اصلاح هر روز آمده ایستاده اند و باور کنید ما دیگر خیلی مشغول جمع و بست و به ترتیب دادن نامه ها هستیم. خدا را شکر می گوییم که میان ملت و مردم کشور به اصلاح رابطه قوی صورت گرفته استفاده است که این دلالت از اعتماد و باوری شماست و خوب میبینید که همه آنانی که نامه نوشته اند در آزادی اند و کسی آن افرادی که نامه نوشته است آنها را نبازداشت نموده است و حتی کوشش مینماید حکومت هر روز یک چیزی اعلان کند که فلان نفر را بازداشت نموده است. اما من شهادت میدهم که هر نفری که به اصلاح چیزی نوشته است، چه از مقامات قدرتی و چه از مردم عادی، هیچ چیزی به آنها نرسیده است، چون که ما امینیم و ان شاء الله که به امانت هیچ نویسنده خیانت نکرده ایم و خیانت را جنایت میدانیم و جنایتی نابخشودنی. اکنون آغاز می نماییم به نامه ها از ناحیه ها شماره 41. مردم همه چی را میبیند و میشناسد. از چشم مردم پوشانیدن ناممکن است، ولی باز این خدمت رسانه در مجموع مطبوعات است که بار دیگر با نشر و پخش تأکید کند و نشان دهد و نمایان سازد. مطلب اول شماره نوبتی نامه ها از ناحیه ها هم بیننده گرامی تأیید میکند که مردم به خوبی شناخته است که هدف امام علی رحمان و رستم امام علی از آن که با چنگ و دندان به قدرت چسبیدند چیست و چرا آنها راضی اند که مردم را به سخت‌ترین روزها گرفتار نمایند و اما از قدرت نروند. در این نامه از اوستا گروپ رستم امام علی یک کمی معلومات داده شده است. همچنین در این قسمتی برنامه نامه ها از ناحیه ها به اصلاح نیت شماره 41، مؤلفان ما مردم عادی کشور از حالت های گوناگون، از آن جمله از آن میگویند که چگونه دو نفر مردان دولتی اس اس یتیم و منصور عمرو حتی تراکتورهای بدهاتیان انعام شده را تصاحب یا گرفتند و بر فرض مثال عمرو منصور زندان های تاجیکستان را به بازار فروش محصولات شخصیش تبدیل کرده است. شماره نوبتی نامه ها از ناحیه ها هم بیننده گرامی واقعا هم خیلی جالب است، چون که مردم از دیده و مشاهده هایشان نوشته و فرستاده اند. اکنون می رویم به تقدیم نامه ها به ملت و مردم و حکومت کر و گنگ که نمی خواهد واقعیت را ببیند و برای اصلاح آن کمری همت ببندد. اولین نامه را از دوشنبه شروع می کنیم. سلام برادر محمد اقبال، من درباره اوستا گروپ میخواهم بگویم. اوستا گروپ شرکتی است که 100% تعلق به رستم امام علی داشته، تمام سمت های فایده‌ناک و درآمدناک را زیر اداره خود گرفته است. راهبری آن را میرزایف محمد به عهده دارد. معاونان میرزایف محمد ازان و بیژن و برهانزاده ظفر میباشند. این شرکت را رستم امام علی برای مقابل شرکت غارتگر فراز که شمس الله صاحب و یزدنژادش است تأسیس داده است. زوادهای اکیه، کارخانه مرمری، آرد، تروبه های پلاستیکی، شرکت های ارتل، آلوچه تاکسی، بانک دوشنبه سیتی، اکسپرس پی، سیاما، سیاما مال، یاور و بازده ها شرکت های دیگر به اوستا گروپ تعلق دارند. در حدود جمهوری زمین های زیاده را نیز از خود کردند. در یاوان پیشتر مردم آزاد مال و چاروای خیش را در زمین ها می چراندند. اکنون باشد از جای چراندن تنقیسی می کشند. اوستا گروپ زیاده از 750 هکتار زمین را از خود کرده در آن فرمه مرمری را ساخت. در این فرمه گاو و بقه های ذاتی را پرورش می کنند که از آنها گوشت مرمری یعنی مرمر نیمیست می گیرند. ساده کرده اگر گویم بیننده گرامی، امام علی و رستم از خوردن گوشت پرستای قیماب شده گیند بیچاره ها. مرمر نیمیست و فریده ایشون. حالا که مردم عادی گوشت را در خوابشان می بینند، اگر با کشادن این گونه فرمه ها تغییرات در نرخ نامه گوشت در بازارها دیده می شد خوب بود، اما برعکس باز نرخ بالا رفت. کار این شرکت فقط از آن خودکنی بیزنس دیگران یعنی غصب و زخوت است و تمام سمت ها نول زده ایستاده است. یگان بیچاره صاحب کار اگر یگان اینوستر را بیارد و خبر به گوش راهبریت اوستا گروپ رسد، در حال معاونانش بیژن و ظفر آن را کشیده آورده در گوش هایش لبشه های دراز را آویخته می جفند. البته با فرمان میرزایف محمد. این دو پرانچیک به امری میرزایف محمد نفس نمی کشند. ظفر کو با کم کم شوری موری میکند، لیکن بیژن چشم باشد تلخه کف است. چندین راهبران کارخانه ها و زوادهای مربوط به اوستا گروپ از دست ظفر مینولند و با هر بهانه آمده کمبودی کفته دالیه میبندند. در تمام سمت های فایده‌ناک خش و تبار و نزدیکانش را مانده است.
حاضر ظفر کوشش دارد که یک چند راهبران شرکت های اویستا گروپ را با یافتن کمبودی ها پیش کرده آدم های خودش را ماند. سوم بگونه نشود گفته. بیژن باشد فقط یکان اینوستور جرت و کفته راست آورده در دست میرزایف محمد می سپارد. و نزدیکی باید باز میانی چند صاحب کاران را شکند و تجارت هایشان را گیرد. البته همه این به فرمان خود رستم امامعلی است. حتی سمت های بوکمیکری و دوزندگی را هم تگ چشم کردند. در کجایی که خواهد خانه می سازند. نمی گویند که قبرستان است یا جای مقدس. فراز کم بود که در راه رزق و روزی مردم با این اژدهای نو برآمد. در مورد اینکه میرزایف محمد یک خانه ساخته است در نزد قبرستان که مردم دیگر نمیدانند چه خل روند و آیند، باور کنید در روز عید قربان چنان دعای بد نمودند، ولی واقعا هم ان شاء الله تیر خدا صدا ندارد وقتی که زد دوا ندارد. بله، این نامه بود که از ساکنان دوشنبه شهر به اصلاح رسیده بود. اکنون میگذریم به فرخار. سلام علیکم برادر محمد اقبال، ساکن دهه علاودین فرخار می باشم. می خواستم درباره رئیس جماعتمون کمی معلومات بیام. نامش رحمان است. زمین های زیاده را فروخت. یک نفر با نام محسن زبیروف او را با کروبسی فروخت. کروبسی او را قپید، از وظیفه خالی کردند، ولی از بین دو ماه نگذشته او را از نو رئیس جماعت ماندند، برای آنکه تغش منصور عمروف است. خوب دیگر، درباره جنرال منصور عمروف رئیس اداره زندان ها که شکمش رنگ خبر صغیره دم کردگی است معلومات مختصر دارم. برادر وی در سنتر فرخار دیسکتکای 3-7 دارد. در نزد این دیسکتکا یک کمپیر خانه داشت. این کمپیر از دنیا درگذشت. بچه این کمپیر پیش ادمنستراتور این دیسکتکا رفته التماس کرد که اقلا برای 3 روز محکم کنند، چون در خانه وی ماتم است و صدای کنسرت دیسکتکا ناراحت کننده میباشد. آخر ادمنستراتور جاش ده با فریدون پانتیرای دادر منصور عمروف زنگ زد. فریدون صاحب همین دیسکتکا که است، بیچاره بچه کمپیرا به گناه بردند و زخولیگانست و گفته 15 روز محکم کردند. خوب دیگر، این است احترام اینها و ساکنان این محل. منصور عمروف نزدیک 500 هکتار زمین دارد. 200 هکتار دیگر از این زمین ها را به رحمان عظیموف دادگی است. منصور هر سال 200 هکتار شالی کشت میکند. حاصل شالیش را در تمام زندان های تاجیکستان با نرخ برابر بازار میفروشد. برنج کلان و میده را آمیخته کرده میفروشد. تاقه برنج های خودش را نه، از رحمان عظیموف را هم در زندان ها میبرند و تقسیم میکنند بزوری. برای جماعت چند عدد تراکتور را همچون پاموشت یا کمک دادند، اما این تراکتور ها را منصور عمروف و اس یتیموف گرفتند. منصور عمروف از این تراکتور های پاموشت 2 عدد به رحمان عظیموف داد و خودش 6 تایش را گرفت. مترال ها و دیگر تکنیک های برای کارهای خوجگی ضروری را فقط همین ها میگیرند. هر وقت منصور عمروف بعد همه آید با ما سویت میدهند. بعدی که منصور عمروف میرود با سویت های مرا میکشند. باور که دیگر ما نمیدونیم چگونه زندگانی کنیم. درباره اس یتیموف ترک مغول سیما همین را گفتنی هم که یک داماد دارد با نام بختیار که تماما کر میباشد. او را کارمندی کدام فرخار حجت کرده با نفقه برآورد. یک جیان دیگر دارد که نومش مقیم است، هم او را مقیمی زنک فعلش میگن. اگر همراهش سلام کردنی شوی میگوید که با ما سو سلام کن، ما جیان یتیموم و گاه خواهد سلام هم نمیکند با یگان کس. خوب دیگر، اینو دیگر معلوم است. این را هم بگویم که طبق بعضی معلومات ها امام علی رحمان و آخر ماه آگوست فرخار سفر کاری دارد و یک چند انشاءات را در دهه آریان زادگاه اس یتیموف افتتاح کند. حالا راه های ماشینگرد تا این دهه منفرش کرده شدند، اما در دیگر دهه ها کارل مارکس و لاهوتی و لالازار راه ها همان خیل از سال های 45 ماندگی است. حتی همسایه دهه اش زادگاه محمد سید عبدالله غیر از یک مسجد که در همه طرفش کمره ماندگی است، دیگر نه مکتب و نه دیتصد و نه بیمارخانه دارد. رئیس جماعت آدینایف رحمان با سبحان بوزی جماعت خیرمن جای پیشینه را در دهه کیراب پیشینه که حاضر شفتال و باغ نام دارد با چند نفر فروختند. بله، خوب خدا کرد که این همه معلومات برای آنانی که در سمت تفتیش کار میکنند از نهادهای قدرتی رسد و چاره ببینند. اکنون میگذاریم به یوان. سلام علیکم برادر محمد اقبال، از دهه خلاباد جماعت چارگل ناحیه یوان برایتان مینویسم. مکتب رقم 22 به نام نجمی سیف الدین است. دایرکتور مکتب شماره 22 یمن نجمی و گلجهان 10 سال باز در این مکتب کار کرده، مکتب را به حالت بد آورده است. هر سال وقتی تعلیم تابستانه از طلبگان مکتب 20 سومانی پول تعمیر مکتب گفته میگیرد. در مکتب حدود 1400 خواننده تحصیل میکند. این پول تنها با بهانه تعمیر مکتب جمع کرده میشود. بجز از این هر ماه اثر هر طلبه و هر بهانه 3-4 سومانی پول میگیرند. حالا حساب کنید که این همه سالها چقدر پول طلبه ها را گرفته است، ولی یگان مرتبه مکتب را تعمیر نکرده است. ما چند روز پیش فهمیدیم که مکتبی
ما در حالت صدموی قرار داشته است. این را هم یک برادرمان که برای آبادی دیه تلاش میکند رفته با رئیسمان نوار گرفته با گروهی قشلاق همان پرتفته است و من هم دیهگانمان روان کردن. من این نوار را دیده خیلی زیخ شدم. آن دیرکتوری که مکتب ما را به این حالت آورد عین زمان باز در یک مکتب دیگری ناحیه همون دیرکتور تعیین شده است. باور دارم که این مکتب را هم وای جزیر میکند. نام این دیرکتور چنانه که در آغاز گفتم گلجهان نجمیه و است. از حال و احوال مکتب شرم نکرده با نام پدرش مکتب را گذاشته است، یعنی با نام نجمیف سیف الدین. نام پدرش را هم شرمنده کرده است. پیش نام این مکتب آسیه مکارنکا بود، چون که مکتب را خرخانه کرده است. در ما 50% تاجیک ها زندگانی میکنند، 50% قلوخ ها. پدرش هم در وقتش دیرکتور این مکتب بود. بعدی پدرش دخترش دیرکتور شد. در جان معلم و معلمه ها از پول طلب کردن زده بود. معلمه ها از جانشان سیر شده مکتب را ترک کرده و طرف روسیه فرار کردند. معلم و معلمه ها می گفتند که از ما پول نپرس، از طلبگان پرس. دیرکتور نجمیه و گلجهان می گفته است که نخواهی عریضه تنویس و تو جواب. از طرف معارف برای مکتب چیزی روان کند، مثلا یگان مبل دزدیده خانه اش می برده است. خب بینندگان عزیز و گرامی، چنانه که وضعیت مکتب را دیدید و چنانه که در نوار هم شما مشاهده نمودید که چقدر در حالت صدمه و وضعیت خراب قرار دارد این مکتب، ولی وزارت معارف باشد هیچ وقت مشکلاتی در این صاحب بوده را نمیخواهد که بگردن گیرد یا بگوید که بله چنین است یا چنان شده است، در حالی که یاوان یکی از منطقه های واقعا هم خیلی صناعتی و چنانه که میگویند حتی اندازی 4 ناحیه دیگر کشور را نیز پرداخت می نماید. اما وضعیت مکتبش ببینید که در چه حالت قرار دارد. انا یوکنین که از همه سیفی بهترین این سیفی کمپیوتر است. بهترین پنجه ما درمانه در کلام آقال است. یوکنین که امومن اک شرایطی درسته ای که بعضی شیاری که ما باید در کنی دیوالا بازمی باید این باید داخلی دیوالا باید بوشن. این بعضی کوها امومن باید باید یک جوی نشست ندارد. هر تو آفت سودشیدگی این باید هر یک کامپیوتر بخونید باید یک بایی داشته باشد. سطول و سطول داشته باشد. یک بایی جایی بسیار دیگر بایی داشته باشد. در حقیقت باور کنید که بهترین مورده. بله بیننده عزیز گرامی، اکنون می رویم به نامه یکی از واسع رسیده است. خیلی نامه جالب است. سلام برادر محمد اقبال، الله عمرتان را در راه مبارزه دراز کند. باور کنید هر آن چیزی که نشر میکنید باعث آن میگردد که یک کمی تغییرات وارد میشود. آزیر کگب نوحیه واسع کار را شروع کردند. اویدی یک نامه که ما روان کردیم و در برنامه نامه ها از نوحیه ها شماره 37 نشرش کردید. کگب واسع شعبچه وزارت کارهای داخلی جماعت میرعلی محمد علیف کفتکاب تیم اصلاح را سر کرده 4 نفر بیگناه را دستگیر کردند، گویا از روی سیاز یافتند آنها را، اما آنها را بوزی کردند. من به کگب و وکده گفتنیم شما 4 دوز را یافته نمیتوانید، از کجا شما به تیم اصلاح میرسید؟ آخر ما نوشتیم و ما در آزادی هستیم، چرا میخواهید رزولتات نشان دهید آی شیطان ها؟ خوب بینندگان گرامی، هنگامی که من برنامه 41 را ثبت مینمودم تنها برنامه 36 ما نشر شده بود، ولی ببینید که نامه که در اصلاح یعنی سایت اصلاح نشر شده بود انا همین مقالهش کار را انجام داد. اما بسیاری از مردم همیشه کوشش میکنند تنها نوار را ببینند و منتظر نوارند، اما مقاله های ما، مقاله هایی که نشر میشود در سامانه اصلاح، اون کار خود را حتما میکند، اما نوار برای مردم است که ببینند. چرا چنین میگویم؟ آن نفرانی که شما دستگیر کردید یگان همکاری ندارند با تیم اصلاح، چون که اعضای تیم اصلاح چند نفر است که یکی از دیگری خبر ندارد. بله واقعا ما تیم های اصلاح را چنان کردیم که در گروه هایی که داریم هیچ نفر از هیچ نفر دیگر آگاهی ندارد، تنها می نویسند و با صدا، هیچ کسی اجازت صدا گذاشتن ندارد و رقم ها کاملا یعنی نامشخص است و امکانی پیدا کردن هیچ نفر دیگر را ندارد و این خاطر است که اینها تنها تهمت می نمایند. همه اون چیزی می گذرد توسط یک ایتیشنیک جمع‌آوری کرده، خلاصه برآورده، مقاله نوشته، با اصلاح روان کرده می شود. حاضر یک نفر تیم اصلاح از داخل شعبه کارهای داخلی جماعت میرعلی محمد علیف خبر داد که در اساس مقاله که در برنامه نامه ها از ناحیه ها 37 نشر گردید، من شاهدی زنده ام که یک نفری از اون دزدها را آوردند، بعد دلو دپروسش کردند، زبان خطش را گرفتند، همه اش را خودی اوچسکاوی نوشت و او گفت هر چیزی نوشتم امضا و قبول میکنی؟ میگوی همه اش را ما کردم. اما آن دوز رد کرد و گفت او به خانه ندر آمده است.
همه را به سر او زدند و اوچسکاوی در بین پایش یک شته زده گفت بخواهی نخواهی دزدان اساسی گرفته رفتند، تو باید به گردن گیری یا اینکه به گردن نگیری. خب دیگر این را میگویند شکنجه. معلوم می شود که از پشت این دلا همه پاره گرفتند و همه اوگلانه که شابچه ما وظیفه بلندتر گرفت. جبردیده سوم خود را گرفته ولی عریضه اش را نگرفت. حاضر او را کش و کش دارد. چرا نشل نیکی شعبه کارهای داخلی ما را که ابراهیم زاده است نمیگیرند؟ من هر روزه شاهد آنم که جورابیک چی خیل می آید و ظلم می کند. به این اوچسکاوی و ابراهیم زاده و گفتی برادر عمر مدلی پشمی باید داده شود. منبع دیگر تیم اصلاح در پراکراتورای ناحیه واسه میگوید من خودم دیدم که پدر یکی از دزدان اساسی آمد و ما مفتیش 25000 سومانی داد و این هم با پراکرور کلان پاپلام تقسیم می شود. چرا یوسف رحمان از بالای اینها کار نمیکند یا اینکه پاره گرفته است و زبان کوتاه باشد؟ در همین روزهایی که هر روزه نامه های تیم اصلاح از واسع و اطراف آن چاپ می شود که به مجلس ها گذرانده استاده است و در اینجا می گوید که با اصلاح گپ نزنید، کسی را دیدید گپ می زند با ما خبر دهید، چون خودشون نمی دانند که در داخل کمیته دولتی امنیت ملی هم اعضای تیم اصلاح هست و همه را الحمدلله با اصلاح می فرستیم. من با برادرانی که در تیم اصلاح هستند و در کمیته دولتی امنیت ملی واسع کار میکنند تشکر میکنم و گفتنی هم که هوشیاری را از دست ندهید، چون که یک منبع دیگر کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری به ما خبر داد که شخصا خود اس اس یتیموف یک جاسوسش را روان کرده است تا اعضایان این تیم را پیدا کند. نا گفتن امانم که این تیم چنان کاربری میکنند که شما را عقلتان نمیگیرد. شما خشم و غضب جوانان ناحیه واسع کلاب و فرخار را برآوردید. رحمان و برحیم رمضان گفته است که کاری کن که همه جوان ها از من بترسند. رحمان تو خودت را مثل فرعون نکن، ما تنها از ذات پاک الله تعالی میترسیم و تمام. با شما بیننده و خواننده اصلاح گفتنیم که سی ماه واقعی این حکومت دیکتاتوری رحمانوف را نمایان خواهیم کرد. در تلگرام کانال اصلاح یک نوار نشر شد که در دیوارهای توگرک نوشته شده بود استعفای عمر رحمانوف، اصلاح با پیش. یک نفر از اعضای تیم اصلاح که در وکده ناحیه واسی است میگوید چند روز شد در کوچه های توگرک خوبیم، حتی اجازت نمیدهند که به خانه هایمون رویم. بله بیننده گرامی، چنانه که عکس هایی که امام علی رحمانوف استعفا و اصلاح با پیش نوشته بود شما دیدید که این کار را تیم اصلاح انجام داده بود و الحمدلله تیم اصلاح در همه نواحی کشور عملی فعال دارند. من به جوان ها گفتنی هم که از هیچ چیز نترسید. مقصد رحمانوف همین است که ما از وای همیشه بترسیم. از امروز سر کردن نوارهای استعفا رحمانوف زیادتر می شود و شما می توانید در هر جا استعفا رحمانوف نویسید. از هولبوک تا کنگورت راهی نو ساخته ایستادند و رحمانوف هم در سپتامبر همین سال می آید و راه را می کشوید. ما نمی خواهیم رحمانوف به اینجا آید. اگر آید یگان سورپرایز خواهد شد. هر کسی که به نزد رحمانوف دخترهایش را با گل و گل دسته می برارد باید بداند که یک بی‌ناموس و دایوس می باشد، چون که رحمانوف یک پدافیل است، دخترهایتان را نادختر می کند. بابای دوملو این کگب دیوانه شدگی است. 30 نفر را از دوشنبه واسه روی کردگی است و 30 آدم دیگر را با جماعت میرعلی محمد علیف، 60 آدم دیگر را فرخور، همشون کارمندان با تجربه و شبها گشته استودند. کسی نباشد از یک لب برده پرسیده استودند. فکر میکنم که انقلاب نزدیک است. انشاءالله که انقلاب نزدیک است و همیشه احتیاط کنید. انشاءالله که حق به حق دار خواهد رسید. اکنون بینندگانی عزیز و گرامی میرسیم به نامه دیگری که از سمره رسیده است. راستی گپ اکا، من شخصا از صدق دل شما را تشکر میکنم و سپاسگزارم برای برنامه هایتان. من همچون یک شخصی عادی، یک شخصی بی‌طرف گفتنی ام که در حقیقت شما سخنهای حق را گپ میزنید. 3 سال است که در روسیه قرار دارم. تا آمدن به اینجا در حکومت محلی یعنی برای دولت کار میکردم. همه چیز را دیدم و میدونم. یک خل آدم ها یگان چیز را ندانسته با گپ همراه میشود. می برایند و با شما بحث می کنند. من دندان با دندان می زنم. من چند بار خواستم در برنامه آنلاینی منبری مهاجر اشتراک کرده در باره کروپسیا گپ زنم، اما باز نتوانستم. بینندگان گرامی، واقعا هم زنگ هایی که توسط واتساپ شما می زنید همیشه امکانی صحبت کردن شما در برنامه منبری مهاجر نیست. همیشه کوشش کنید توسط برنامه یوتیوب که آن بی خطر هست و هیچ کس را نمی تواند، یعنی نه عکسش را ببیند اگر شما نخواسته باشید که با عکس باشید و نامی که شما اختیار می نماید آن نام را می گذارید و آزادانه صحبت می کنید و همه آنانی که هستند صدای شما را نیز خوب می شنوند. و یک مصیبت دیگر در واتساپ این است که وقتی شما در واتساپ زنگ می زنید آنانی که در برنامه داخل شدند و می خواهند صحبت کنند آنها صدای شما را اصلا نمی شنوند. به این خاطر یعنی می خواهند که برنامه را شنوند و اشتراک کنند. وقتی شما در برنامه یوتیوبی داخل می شوید و توسط یوتیوب
میخواهید صحبت کنید و صحبت میکنید، آن نفرانی که وارد یوتیوب هستند و منتظر صحبت هستند، آنها نیز از صحبت شما یعنی آگاه میکردند. به این خاطر همیشه در برنامه منبر مهاجر توسط یوتیوب داخل شوید. من گفتنی هم که تاجیکستان دیگر به کروپسیا وجود داشته نمیتواند، چه خیلی که حاضر اینترنت برای آدم ها دانور شده است و آدم های به اینترنت رنگ نرکمن ها پریستو پاشون میگیرد. به اینترنت جامعه تاجیکستان را با همین ویروس زرازید کرده گیند که به کروپسیا نمیتواند. با فکت ها نگاه کنید، واقعا هم فکت های جالب این برادر آورده است که در روزمره حیات ما آنها را هر یکی ما و شما میبینیم، اما نمیدانیم که این کروپسیا است. اکنون دقت دید که این برادر از یعنی سمره روسیه چگونه فکت ها را آورده است. موتیواسیای کودک ها و نورسان در تاجیکستان چگونه است؟ یکم، بعد ختم مکتب باید دکتر شوم. چرا؟ برای آن که لواکش سازای. اگر داخل نشود انداز یا گمرک یا که دیگر سفره هایی که لواک دارد. انا در همین گونه ساحه ها پدرانشان پول و پورا داده فرزندانشان را میخوانند و با پول و با پورا صاحب جای کار میشوند. یعنی این همش کروپسیا و یا آمادگی به کروپسیا. دویم، موتیواسیای نورسان تاجیک از کودکی چی است؟ روسیه میرم کار میکنم، میام رنگی فلان آدم، یک پریمیر عادی همین است که در ردام در چهار دیوارش کلان کلان رد پکزوخا نوشتگی هست که پورا ندهید، همه خدمت رسانی ها رایگان یعنی به پول است. لیکن وقتی زن و کودکت را میبراری تا 2500 سومانی رسخات میکنی، بعد ای ردام سرت میتین قطع کودکت رایگان همیه. اگر رایگانشی باشد تکده او پلکیش در چی میشود حال ما؟ اخی ای برادرو، در همه موضوع صحبت کنید لیکن در موضوع کروپسیا دژ حرف کلمه گفتن عیب است. ما در تاجیکستان از خواب میخیزیم با کار میبریم یا پورا میدهیم یا پورا میگیریم. کروپسیا برای ما یک کیستارات شده گیه. باز بعضی چاپلوس ها دیده و دانسته شرم نو کرده کروپسیا نیست میگویند. دژ بازار خرید کنی میرای شتو به ارزان تر خرید کنی، مثلا اگر نیت داری در 1000 سومانی خرید کنی، اما چیزهای در کوری طرف فروشنده 1300 سومانی میگه. انا اکا 50 سومانی در فروشنده همسایش او استاگ میتی، او ای همسایش نرخ اپتوم خطی تدا میتی. این خیل راهکاش ما میدونیم. ما مردمی تاجیک ای کودکی من با پورا با کروپسیا کلان کردن که در خون من جوش دگی. نپریمیر همی بچه تا بناس خونه همسایه روی میکنی 20 دیرم یا زیادتر پلو پوراش میتی. نه زشتو میتی. یسلی می زخطیم و پینسیپی می سموژیم ندوات ایمو کپیکی. لیکن میتیم. علاقه کودک ای کودکیش با پورا عادت میکنه. وقتی کلان شد و پول کلان با پورا یافت و مزاشا چشید، او طرف شخدش میدونه و خدا. پروست عیب است. شخصانی که میبرایند و پوبلیچ نبرامد میکنند و میگویند که در تاجیکستان کروپسیا وجود ندارد. واقعا هم خیلی با دلیل های مشخص و عادی برای هر یک بیننده عادی نیز این عمل ها را روزمره در حیاتی خود و نزدیکانش مشاهده می نماید. احسنت به این نامه که نوشتید برادری مهاجری ما از سمره. اکنون نگذاریم به نامه یکی از دوشنبه رسیده است به اصلاح. سلام برادر محمد اقبال، من درباره این که در کجا کار میکنم چیزی نمیگویم. چند معلومات میفرستم که چاپ کردن یا نکردنش در اختیار خود شما است. در حقیقت حالا پرزیدنت با رمضان رحیمزاده مناسبت خوب ندارد و تا جای شنیدم او را از وظیفه میگیرد. اما رمضان رحیمزاده هم سخت تلاش دارد که تا آخر یعنی تا آوردن رستم به جای خود رحمانوف در این وظیفه بیستد. حالا همه چیز از طرز مناسبت و نصرین پوتین وابسته است. اگر گبزنان ها پس از رستم به جای پدرش آید، حتما شاهرخ سعید وزیر داخلی می شود. رحمانوف با شاهرخ سخت باور دارد. شاهرخ مثل سگ وفادار با آنها خدمت می کند. پولدار هم هست. اپها در برای وزیرشوی عبدالرحمن بوزمکوف علم شازاده معاوین اولی وکده دور از واقعیت هم. بوزمکوف در رابطه با کشتار محمد نظر صالحوف وزیر سابق کارهای داخله و حادثه های بدخشان و حادثه آخر کولاب کشتار عبدالقهار یعنی نامش را همچون آدم کش سیاه کرده است. چیزی دیگر مهم این است که بوزمکوف روسی را نمیداند و چنانه که مشاهده نموده بوده در یک جلسه اشتراک نموده بود و برآمدش را وقتی که تماشا کردند همه از خنده یعنی گرده کف شده بودند و با این حال نمیتواند تاجیکستان را در بین دیگر کشورها و مخصوصا با خود روسیه درست معرفی کند و مایه شرمساری رحمانوف و حکومت تاجیکستان میشود. در صورت این نپختن گبزنان با روسیه در مورد رستم احتمال شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان به جای رمضان رحیمزاده آید، چون که شریف نظرزاده خیش خود امام علی رحمان است و خیلی صادق هم هست، امبیسی ندارد. دیگر این که یک اپاش به جناب جوره قرین بدگی است. خوب دیگه میدونه که چه خیلی جوره. یا امکان دارد حمیدزاده براتلی پرتوف سردار ریاست داخلی در دوشنبه آید.
با بروتالی کلی برات رحمانوف از خیلی سال ها پیش شناس است و قریب 10 سال در سپروژدین یه رحمانوف کار میکرد. این هم سخت صادق است نمیفروش رحمانوف. این رو باید مخصوص ذکر نمایم که حالا یوسف رحمان کنکرت نزید رمضان رحیمزاده کار برده ایستاده است. مقصدش این است که پرزیدنت او را از کار بگیرد. چند روز پیش یک چند معلومات وایدی کمبودی ها و جنایت های رمضان رحیمزاده و پسرش را به پرزیدنت پیشنهاد کرده است. اینچنین درباره زائر و زین الله، درباره دست داشتن زائر در خرید و فروش نارکوتیک و منصب ها هم نوشته است. درباره زین الله باشد وایدی تجاوز ها و تقسیمات تبلتک های اکسیتای در جای های معاشی و کیفی. کراچی یوسف رحمان خودش در آن دسته که پرزیدنت همیورا کنکرت نشکستید. در بنام گزارشی که به پرزیدنت پیشنهاد کرده ساید پوره فرسوده کارنوشایم و با فسادخانه تبدیل یافتنی MVD معلوماتی فراوان داده است که ما خود شاهدی آن معلومات هاییم. شهروندان نمیدانند به کجا آیدی مشکل هایشان شکایت کنند که حل شود. مقامات میلیتسیا عموما کار نمیکنند. کار فقط تهمت و پدستوه و جمع کردنی پول است. میگویند ماشینی که شهرت معاون حسن آریانبانک را دزدید چرا منع نشد و نادیده ماند. او کارمندان گهی لوبای ماشین منع میکنند و یک سلام میکنند، یکان 10-20-50 سومانی او با صد نسرین راننده میگیرند و تمام. رای سفید وقت راننده حجت پیشنهاد کردن میخواهد، گهی میگه حجتاتا چا کنم ما یا خیر کن انا یا بگیر. در یک روز یک کارمند گهی کمش 500 سومانی جمع میکند. این محابات نیست، الله شاهد است. بله ما هم شاهدیم و حتی در بعضی از مناطق تا 1500 سومانی هم دستمزد یک گهی نسبت به راه ها و شاهراه ها هست که جمع میکند. عموما در تمام شاخه های وزارت کارهای داخلی یا MVD حالت چنین است. در ساحه اور از همه استفکه های کلان خدا نکند کار یگان کس افتد، او گلاونیک میجوشد. با تمام صنعت MVD در حقیقت به نهایت رسوش دگی و این رسوی اساسا در دوره راهبری رمضان رحیمزاده پیش آمده است. پسرش با رفیقانش و آنهایی که به او دالیه میدهند با رقم های 0048 گشت و گذار میکنند. آنها را یگان گهی حقوق منع کردن ندارد. برای پسرش آفیس در داخل خود MVD تشکیل کرده است، در حالی که به خود کارمندان اساسی MVD در داخل MVD جای نمیرسد. در بلوکی که در آن ریاستی دزدن یا MVD جایگیر شده است، برای پسرش آفیس تشکیل کرده است. غیر از این دامادی شادی و باب نه با یک توی دیگرش نومش در گور نیافتن نومشا رحیم رمضان در کاری تمام ساختار MVD کردار است. دل خواه آدم پیشش می رود و دالیش را می دید و کارش را بود می کند. فرق ندارد که او جنایتکار است یا نه. سورایا میرزایوا زنی دویمی رمضان رحیمزاده است که در انسامبل سپر MVD سراینده بوده و بعدی زنی وزیر شدنش آوازخانی را بس کرد. رحیم رمضان جهتی برگزاری کنسرت های سورایا بناهای کاخ بارباد و فیلهارمونی دولتی را در اختیارش داده بود. قصه کوتاه که یوسف رحمان کنکرت نفکت و رقم ها را بر ضد رمضان رحیمزاده جمع و گیر کردگی و سپرده است و حالا هم ادامه دارد. باز یک چیز دیگر را قید کنیم. اسماعیل نبره پرزیدنت هم را با یار رفیقانش یگان قانون و قاعده ها را رعایت نمی کند. مثال عادی دلیل و بای ماشین هایش رقمی معقول را می زنه و کلان کرده می گرده. حاضر یوسف رحمان از خفای جنایت ها و کمبودی های اسماعیل چا و کروگ او کار کرده ایستاده است. ما که اسماعیل دست به خیر بگیم، ولی این برادر با اسماعیل چاش گفته است. خوب دیگر یوسف رحمان گفته است که خواهی با دشمن ضربه خوب زنی باید قنات هایش را بوری. مقصد این است که اسماعیل را کی زد ظاهر چا می سوزد. همی هفته ها از روی بعضی معلومات ها از داخل پراکراتوره جنرالی از کروگ نزدیک به یوسف رحمان باید یک چند نفری کنکرتی رو با فرمان خود یوسف رحمان دستگیر کنند و اینچنین معلومات دیگری هم در مورد بعضی از افراد رستم که در پراکراتوره جنرالی باید اچیز که شوند نیز به اصلاح رسیده بود که خواستم این را نیز من ایلاوه کنم. معلوم نیست که آنها کیند، اما آنها از نزدیکان زائری دامادند که بعدی بازداشت کردنشان معلومات ها را نسبت زائر میگیرند. زائر حالا پشت دست گزیده ایستاده است که این ماربچه را کلان کرد، یعنی همین یوسف رحمان. حالا اکنون وای با اناکوندا تبدیل شده، خود او را بلعیدنی است. یک نفر از آدم هایی که گفتیم کارمندی پراکراتور است و باید دستگیر بشود، راه های فینانسی زائر را خوب میداند و اداره میکند. باید بردارنش و راست برند کابینت یوسف رحمان. چند روز پیش در پراکراتور پرزیدنت تغییرات کادری دایر کرد. پیشتر در مسئله تعیین پراکرارها زائر هم اشتراک میکرد. حاضر باشه یوسف رحمان خودش و آدمان خودش را در وظیفه ها مونده ایستاده است. زائر تماما بلیسکا پراپوسکات ندارد.
دو روز پیش در واخوری پرسنلی با کادرهای نو تعیین شده یوسف رحمان گفته است که وظیفه نمبر یک این جنایت های زائر و آدم هایش می باشند. به رکلام راست به من رسانید، فرق ندارد ساعتی چندی شب است یا روز. یوسف رحمان گفته است که این سپرشی خود پرزیدنت است که زائر را باید در اساس فکت و دلیل دستگیر نمویم و ممکن است به مانندی جمال دین نورعلیفش کنند. با همین نزدیکی باید یک بار کلان زائر را طبق معلومات رسیده با ما توسط گن پراکراتورا آشکار گردد و چند نفر بازداشت و زندانی شوند. این همه را به نزدیکی شاهدش می شوید. در باره امویده گپ زده می خواهم که یک معلومات دیگر را به شما ارسال نمایم. این معلومات در باره جنرال شادی حفیظ‌زاده است. جنرال مایور شادی حفیظ‌زاده سردار ریاست مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کارهای داخلی او باب دو زن دارد. زنی یکومش دختر اپای رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی است. زنی دومش باشد در فرودگاه دوشنبه به حیث اگنت کار میکرد. این زن در اول عروسی خواهرزاده یا جنی عبدالحلیم قادیروف رئیس شرکت یاقوت 2000 است. او را پول می در کون غلطانی، یعنی همی زنک همو جیانی هم را پول می با کون غلطانی. سپس او را پیش کرده رنگی جوگی های حفیظ‌زاده او را سنت پتربورگ روی میکند نزدی بچه های غرمی که سوخ فروت میفروشند. آنجا چند روز خواب میکند. این بچه ها در قزاقستان هم کار میکنند. نام این زن سیاره میباشد. نام این بچه غرمی حیدر های. حیدر برای شادی حفیظ‌زاده خیلی زیاد خدمت میکند. خواهرزاده حیدر ترکیه میرود، قصد داشته است که آن طرف گذرد. حیدر میگه که همین جنوم را برگردان پیش که خودم بیارشان تا اینکه نروند یک آنجا. شادی برگردانده میارد شو. حیدر میآید جنش را زن میدهد و در خانه اش میماند. اما شادی شش ماه پس جنهای حیدر را میآورد و چهار سالی زندان میکند. یعنی این تنی خدمت های حیدر است. گفته است که باید در نزد قانون جواب دهند. کشیلو که شادی حفیظ‌زاده یک بچه عینگی است که پیشتر در فرودگاه کار میکرد. نامش الهام بابایف است. شادی حفیظ‌زاده البته در این مقام تا وقت رمضان رحیم‌زاده وزیر است هست. همین که رحیم‌زاده رفت او هم مثل پروبکای دهنی بوتیلکا دور اندخته می شود. در مورد رحمان خلی اکش شنونه که الحمدلله در برنامه های قبلی از پولگیری و از غارتگری های او در وزارت کارهای داخلی گفتیم. یعنی دیگر میگویند که رحمان خل زیاد در این مسئله ها دخالت ندارد. وقتی که میگوییم کار اصلاح نتیجه میدهد، نتیجهش انا همین کم شدنی کروپسی است. اونهایی که میگوید اصلاح چی خدمت کرد، خدمت اصلاح انا همین است. چند روز پیش رمضان رحیم‌زاده از ادای عمره با همسرش برگشت است و رفته زیارتش کردیم. کم تریش هم ماندگی های تشکیلش هم خوردیم و یعنی آمدیم و فکرم فهمیده استوده است که سرنوشتی محمد نظر صالحوف او را نیز انتظار است و آمادگی کنکرت می دیده استوده است. اکنون ما به هیچ کسی تمنای سرنوشتی بد را نداریم، ولی آنچه می بینیم آن را گفته استوده ایم. خوب بینندگان گرامی، خوب فهمیده استوده که افراد به اصلاح می نویسند چگونه افرادی هستند که چگونه نزدی رمضان رحیم‌زاده داخل می شوند و می برایند و از دالان های وزارت کارهای داخله آگاهی خوب دارند، از پراکراتورا. یعنی خوب باید بدانید که افرادی که به اصلاح همکاری میکنند و در تیم های گوناگون اصلاح یعنی شامل هستند چگونه افرادی واقعا هم با نفوذ در مقاماتی یعنی وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی، پراکراتورا و عموما در تمامی یعنی ساختارهای قدرتی هستند. الحمدلله این فضل خداست و این یکی از نشانه ها و علامت های پیروزی ملت است. اکنون بینندگان گرامی، هنگامی که برنامه را به آخر می رساندیم به ما یک نامه رسید که واقعا هم آن جالب بود. از پراکراتورای ولایت ختلان به اصلاح معلومات رسید که دیروز قاتلان عبدالقهار رازیقوف را به 15 سال زندان محکوم شدند. سه نفر ملیسای محکوم شده در کشتار عبدالقهار رازیقوف، جمشید کرامتوف، ظفر خالوف و شمشاد شریپوف را سودی ولایت ختلان محکوم با 15 سال زندان نموده است. معلوم می شود که میاندارای معاون وزارت کارهای داخلی جنرال علم‌شاهزاده عبدالرحمن بوزمکوف هم در این قضیه تاثیر نرسانده است. این خبری را که بیننده گرامی ما نشر داریم هیچ رسانه تا حالا نشر نکرده است. جزئیات این خبر را در مطالب بعدی خواهیم گفت. البته ممکن است که چون این برنامه 41 پس از چند روز نشر شود و یعنی اونونی که مطلب را در اصلاح خواندن در تاریخ 1 آگوست حتما از این خبر آگاه گشتند و پس از آن دیگر رسانه ها آن را نشر می نمایند، اما اولین شده اصلاح آن را در آغاز روزی 1 آگوست برای مردم رسانید. در مورد محکوم شدن سه ملیسای قاتل بود. بله بینندگان گرامی، این بود برنامه 41 ما و در مورد نوشتن نامه خاصتاً
از یعنی مسچاه کوهی که چند است هیچ نامه به دست ما نرسیده است و به اصلاح نویسید تا اینکه وضعیت شما را نیز خوب دانیم. نامه از یعنی چند منطقه های گوناگون کشور نیست، به مانند بدخشان و ونج و درواز نیست تقریبا که نمی رسد. البته ما وضعیت ها را می دانیم، اما ما نیز انتظار نامه ها از شما هستیم، چون که از قمسنگیر رسید الحمدلله، چنانه که می بینید چند نامه است، یعنی جیحون رسید از پنج، همیشه یعنی معلومات های پنج را ما در دست داریم، از سنگوار معلومات های جدی را تحقیق داریم و حتما با اسلوب های خاص خود آنها را نشر می نماییم. از دیگر نواحی می رسد، اما آن نواحی گفتم منتظر وضعیت و حالات شما هستیم. نویسید تا اینکه ما هم توانیم درد و داد شما را به ملت و مردم کشور و مقامات کر و گنگ رحمان و فرسانیم. خدا به همراز تا دیدار در وطن و آزادی کامل کشور. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.